به هم تبادل آتش سنگین بین اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه داشت. ارتش اسرائیل در یک رشته حملاتی به محله زاهیه در شهر بیروت به گفته خودش در واقع مقرهای نهاد اطلاعاتی حزب الله رو هدف قرار داد. بر اساس گزارش هایی که رسانه های لبنانی منتشر کردن، در این رشته حملات در بعد از ظهر شنبه ارتش اسرائیل در طول کمتر از 20 دقیقه دست کم 6 حمله رو در منطقه زاهیه انجام داده. از سوی دیگر این حملات در زاهیه در حالی انجام میشه که هنوز هیچ گزارش رسمی از سرنوشت هاشم صفی الدین، فردی که ازش به عنوان اصلی ترین نامزد رهبری حزب الله بعد از کشته شدن حسن نصرالله نام برده میشد، منتشر نشده. ارتش اسرائیل جایی رو که او بر اساس گزارش ها به همراه شماری دیگری از رهبران و فرماندهان حزب الله جلسه ای داشتند در زاهیه، یک در واقع دوباره یک سنگر زیرزمینی رو در بامداد جمعه هدف قرار داد. حزب الله هنوز گزارشی درباره کشته شدن یا نشدن او منتشر نکرده. ارتش اسرائیل هم هنوز به صورت رسمی کشته شدن او رو تایید نکرده، اما رسانه های مختلف به ویژه رسانه های عربی مثل الحدث، العربیه یا اسکای نیوز عربی به نقل از منابعی در اسرائیل گفتند که اسرائیل تقریبا به طور کامل مطمئن هست که هاشم صفی الدین کشته شده. خود منابع امنیتی در دولت لبنان هم به خبرگزاری رویترز گفتند که از زمان حمله به زاهیه بامداد جمعه دیگر هیچ کس نتوانسته با هاشم صفی الدین ارتباط بگیره که خودش دوباره احتمال کشته شدن او رو و اینکه همچنان زیر آوار هست رو بالا این بره. در همین حال در روز شنبه گزارش هایی هم منتشر شد از اینکه احتمال داره شماری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به صورت خاص‌تر دست کم در یکی دو گزارش این اسم هم آمده بود، شخص اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه هم در زمان حمله به زاهیه برای کشتن هاشم صفی الدین در محل حضور داشتند و کشته یا زخمی شدند. تا این لحظه ای که من دارم صحبت می کنم خود سپاه هنوز بیانیه رسمی نداده در این موضوع، در این مورد، و این خبر رو که از جمله کانال 12 تلویزیون اسرائیل اون رو منتشر کرده و گفته که این موضوع داره بررسی میشه، این احتمال، و همچنین برخی رسانه‌های عربی، هنوز در واقع این خبر رو سپاه تایید یا تکذیب نکرده. باید گفت از اون طرف حملات حزب الله هم در روز شنبه به شمال اسرائیل به صورت ویژه ادامه داشته. چندین موج حملات راکتی رو حزب الله لبنان به شمال اسرائیل انجام داده که حملات حزب الله لبنان تلفات جانی نداشته، اما خسارات مالی از جمله در شهر کرمیل در شمال اسرائیل و همچنین شهر عرب نشین دیرالاسد در شمال اسرائیل، در اونجاها برخورد راکت ها خساراتی رو به جای گذاشته. همه اینها در حالی هست که رسانه های اسرائیلی از قول مقامات در این کشور میگن که در واقع عملیات زمینی اسرائیل در جنوب لبنان در روزهای آینده گسترش خواهد یافت. عملیات زمینی که بامداد شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که تا اینجا 400 نفر از شبه نظامیان حزب الله در اون کشته شدند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن با ماست. آقای مصلحی خیلی خوش آمدید. الان بزرگترین سوال شاید حتی در سطح جهانی در حوزه انرژی این باشه که حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران چه تأثیری بر اقتصاد ایران و بازار جهانی نفت میگذاره؟ با درود به شما و بینندگان برنامه، اجازه بدید که من این دوتا رو جدا بکنم. ابتدا قرار که با تأثیر روی اقتصاد ایران بگذارم. تا اونجا که برمیگرده به سفره مردم، من فکر میکنم خیلی تأثیر بگذاره، به دلیل اینکه عمده صادرات نفت ایران اونجوری که میشه گفت نفت نظری هستش، چون جدا از اینکه به میزان محدودی به چین فروخته میشه و در ازای اون
کالا و خدمات دریافت میشه و بخش دیگرش بیشتر به متحدین جمهوری اسلامی داره میرسه. یعنی فرض بکنید یک از مشتری ها سوریه هستش که حدوداً 400 هزار بشکه نفت در روز نیاز داخلیش هستش که فقط 25 هزار بشکه نفت رو از همون منطقه دیروزور که همیشه هم مورد درگیری هستش اونجا تولید میشه. یعنی ما بقیه 375 هزار بشکه نفت در روز رو جمهوری اسلامی داره از جیب مردم ایران داره تأمین میکنه و همینطور تا به حال برای لبنان هم ارسال میکرد که الان بعد از این به حال درگیری هایی که در لبنان در بیروت و همینطور منطقه بوده نمیدونیم که این نفت به چه صورت به این متحدین میرسه و یا متحدین دیگه منطقه جمهوری اسلامی. ولی اونجایی که برگردیم بگیم که به بازار نفت، چون ببینید نفت ایران عمدتاً به چین میرفت که من میتونم بگم به محصی که در صورت اخلالی در این ایجاد بشه بلافاصله حداقل همین الان میتونم بگم که 4 تا جایگزین برای چین هستن: نفت روسیه هستش، نفت عربستان سعودی هستش، نفت کویت هستش و حتی اون چیزی که نفتی که چینی ها بسیار بسیار ازش خیلی دوستش دارن نفت ابوظبی هستش. این 4 تا نفت بلافاصله میتونن جایگزین بکنن، در نتیجه نمیشه گفت که برای بازار جهانی نفت تاثیرگذار باشه. آقای مسلح، به کشورهای منطقه اشاره کردین، در میان مدت و بلند مدت تاثیر این افزایش تنش با اسرائیل فکر می‌کنید چه تاثیری بر اقتصادهای منطقه داشته باشه که وابسته به صنعت نفت هستند؟ یا فکر می‌کنید اونجا هم بی تاثیر خواهد بود به نوعی؟ نه ببینید، ابتدا اینکه خب اسرائیل و ایران هم مرز نیستند، در چه جنگی که بیاد به صورت جنگ زمینی باشه خیلی بعید به نظر میرسه. بیشتر و از اونجایی که چند تا کشور بین دو تا این دو کشور هستن، به هر حال هم اسرائیل و هم جمهوری اسلامی یک سری به هر حال محدودیتایی داره در اینکه استفاده بکنه از فضای هوایی این کشورهای مجاورشون استفاده بکنه، ولی به هر حال یک ناامنی در بازار ایجاد میکنه. ولی در ضمنی که در نظر داشته باشیم که اون خلیج فارس و یا تنگه هرمز خط قرمز چینی ها بوده، یعنی به هیچ عنوان چینی ها نمیخوان بگذارن که هیچ گونه خللی در رفت آمد های خلیج فارس صورت بگیره. برای همین مطمئنا شما میتونیم بگیم که نه امریکا و نه اسرائیل خواهان بسته شدن تنگه هرمز نیستن، ولی از اونجایی که سپاه مرتبا در گذشته اعلام میکرده که در صورت بحران و درگیری تنگه هرمز رو میبنده و یا بمب‌گذاری میکنه یا مین‌گذاری میکنه، این میتونه تهدیدی باشه یا ریسک باشه که اون هم بتونه رفت آمدهای شرکت های نفتی منطقه رو اخلال ایجاد بکنه. در ضمن اینکه بگم یک شاهلوله نفتی که از عمان کشیده شده به خلیج عمان و دریای عمان، تقریبا نفت عربستان سعودی، کویت و امارات رو میتونن از طریق اون حمل کنن به به حال بدون اینکه از خود تنگه هرمز رد بشن، میتونن به من به بخش تقریبا میشه گفت راحت تری توی دریای عمان برسونن. اون وقت مشکلی نیستش که تقریبا میشه گفت اون خط قرمز چین به اون صورت تهدید برش نیستش. برای من فکر نمیکنم که خیلی تهدید بسیار زیادی باشه، مگر اینکه به صورت مرتب درگیری پیش بیاد و بعد سپاه بخواد که به صورت خیلی خیلی قوی بیاد تنگه هرمز رو مینگذاری بکنه. اون میتونه مقداری ایجاد اشکال و در رفت آمده کشتی ها بکنه. آقای مسلح، اشاره کردیم به منافع آمریکا در منطقه. کمتر از یک ماه دیگه تنها به انتخابات آمریکا مونده، کشوری که از مصرف کنندگان عمده بازار نفت و انرژی هست. فکر میکنید تاثیر این تنش ها بر تصمیمات دولت این کشور چطور باشه و چقدر میتونه تاثیر بذاره بر حمایت آمریکا احتمالاً از اسرائیل؟ تداوم حمایت هاش کوتاه اگه پاسخ بدیم ممنون میشم. ببینید، برای دولت بایدن به طور مشخص خیلی خیلی مهمه که قیمت بنزینی که امریکایی‌ها در پمپ بنزین میدن خیلی تاثیرگذار نباشه و بالا نره. ولی در این مورد من فکر میکنم که مشاورین بایدن برش بهش توضیح دادن که این نمیتونه خیلی تاثیر بگذاره رو قیمت بنزین تو در پمپ بنزین ها. من فکر میکنم رو همین هم هستش که خیلی روی قضیه نیامده جلوی اسرائیل رو بگیره و در زمینی که من فکر میکنم که لااقل اسرائیل در
این مورد خیلی مطمئن نیستش که بخواد بیاد حتما منابع نفتی ایران رو بزنه. این بر این مورد من یه مقداری فکر میکنم که دولت بایدن تا یه حد اطمینان داره که این درگیری باعث تأثیر روی بازار انرژی در داخل امریکا نشه. همراهشیم با حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن. آقای هاشمیان سلام. بمباران هوایی جنوب بیروت همونجوری که تو خبر داشتیم همچنان هم ادامه داره. به نظر میاد هر بار از دفعه قبل شدتش بیشتر میشه. فکر میکنید اسرائیل دنبال چه چیزی از این بمباران های شدیدی که انجام میده؟ بله کاملا درسته. هر بار میبینیم که شدت حملات خیلی شدید میشه. اسرائیل در کوتاه مدت دنبال اینه که حزب الله را از جنوب لبنان دور کنه، اونجا را در واقع خلع سلاح کنه و قطعنامه 1701 رو اجرا کنه. منتها این ممکنه تنها به این قضیه امور منجر نشه، ممکنه فرایند دیگه ای رو پیدا کنه. ما یادمون نمیره که آقای آریل شارون وزیر دفاع سابق اسرائیل در سال 1982 همین هدف رو داشت که نیروهای فلسطینی را از جنوب لبنان دور کنه، منتها بعدش به بیروت رسید و بیروت را اشغال کرد. و بنابراین الان ممکنه همین وضع دوباره تکرار بشه و وقتی که حزب الله اصرار داره که جنگ رو به این شکل ادامه بده، پیام خامنه ای هم معنیش اینه که بایسی جنگ را بیشتر ادامه بدن و خیلی هم بد در داخل حزب الله و در لبنان تفسیر شده و آقای خامنه‌ای به حزب الله وعده داده که در نهایت بر اسرائیل پیروز خواهند شد. این به معنی اینه که جنگ حزب الله الان ادامه داره. حزب الله باید تصمیم بگیره که آیا مایل در چارچوب اونچه که خامنه ای خواست عمل کنه یا در چارچوب اونچه که لبنان میخواد عمل کنه. امروز روزنامه النهار هم یک موضوع خیلی مهمی رو توصیه کرده به حزب الله و یادآور شده به حزب الله که حماس در حمله 7 اکتبر ادعا داشت که میخواست حملات شهرک نشینان در مسجد الاقصا رو متوقف کنه، همینطور محاصره غزه رو از بین ببره و سپس زندانهای اسرائیلی رو از زندانیان فلسطینی خالی کنه. اما حماس الان داره التماس میکنه که اسرائیل اجازه بده مردم غزه از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال برن. در واقع روزنامه النهار داره به حزب الله تذکر میده که شما ممکنه هم همین وضع رو برای لبنانی ها ایجاد کنید. در واقع حملات اسرائیل به شکلی ادامه پیدا کنه که مانع اون بشه که مردم لبنان بتونن از جنوب به شمال یا شمال به جنوب برن. و به همین خاطر تا وقتی که راه الان کوتاهه بهتره که حزب الله از اون پرونده‌ای که جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای بر اون قرار داده کوتاه بیاد و راه دیگه رو در کنار بقیه لبنانی‌ها پیش بگیره. همچنین امروز ما دیدیم که سفیر فرانسه در دوحه یک مطلبی رو منتشر کرده بود، خیلی حائز اهمیت بود. این مطلب به این معنی است که فرستاده ویژه آقای مکرون به دوحه و همینطور به لبنان گفته بود تا وقتی که حزب الله جنگ خودش رو به جنگ غزه بند کرده و همینطور قطعنامه 1701 رو زیر پا میذاره، جامعه جهانی نمیتونه بر اسرائیل فشار وارد کنه که این حملاتش رو متوقف کنه. آقای هاشمیان در آستانه سالگرد 7 اکتبر هستیم. فردا 7 اکتبر، همزمان اسرائیل حملاتش به غزه ادامه داره، گفته که یک مقر فرماندهی حماس رو هدف قرار داده. با توجه به چنین شرایطی که حالا تو لبنان هست و غزه هست، آیا یک آتش بس حتی موقت در آینده نزدیک قابل تصوره؟ نه به هیچ وجه. اولا که من معتقدم که تا آمدن رئیس جمهور آینده آمریکا که تا 20 ژانویه آینده طول میکشه، یعنی بیش از 3 ماه، ما شاهد یک آتش بس نخواهیم بود. مسئله دوم این که من معتقدم که این فرایندی که الان شکل گرفته در ابتدای راهه و مراحل خیلی شدیدتری هم در پیش رو هست و ممکنه خیلی شدت اون توسعه یابه، همینطور ممکنه به جاهای دیگه کشیده بشه و
از جمله به جمهوری اسلامی. بنابراین من اعتقاد ندارم که فرایندی که الان وجود داره منجر به آتش بس یا اونچه که مورد برخی از کشورها است در واقع صورت. خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به افزایش توطئه‌های قتل و آدم‌ربایی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در غرب نوشته از سال 2020 دست کم 33 مورد اقدام به ترور یا آدم‌ربایی از سوی افراد مرتبط با جمهوری اسلامی در کشورهای غربی رخ داده. این فهرست تنها شامل مواردی که به صورت عمومی اعلام شدن، چون بسیاری از دولت‌ها به دلایل دیپلماتیک از متهم کردن مستقیم تهران خودداری می‌کنند. به نوشته رویترز با تشدید تنش‌ها بین ایران و اسرائیل، تهران با موجی از حملات جدید اروپا و آمریکا را نشانه گرفته. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن با ما همراه میشه. آیشانس، به نظر میشه که تهران داره کم کم که نشاید هم اتفاقا با سرعت برگشته به اون سیاست قدیمی که داشت، ترور مخالفان حکومت، ترور یهودیان خارج از کشور. همینطوره. بعد اگر نگاه بکنیم به سابقه ترور برون مرزی جمهوری اسلامی، میبینیم که سه جهش مهم داره. در دهه 80 جمهوری اسلامی از نیروهایی که باشون روابط ایدئولوژیک داشت، مثل سازمان آزادی بخش اسلامی، مثل جهاد اسلامی و حزب الله و حتی بعضی سازمان غیر اسلامی که باشون روابط ایدئولوژیک اکسیون دایرکت فرانسه استفاده میکرد، در اواخر دهه 80 دیگه این گروه ها کاملا تحت نظر بودن به عنوان سازمان تروریستی، برای همین کار کردن باشون دشوار بود و از اون زمان ماموران خود جمهوری اسلامی ذیل در واقع مسئولیت دیپلماتیک بخشی از این عملیات ها رو انجام دادن، مثل ترور قاسملو یا اتفاقاتی که در میکونوس افتاد. از پایان دهه 90 چندین اتفاق افتاد. اولیش این بودش که در واقع در اوایل سال در واقع 2000 اتفاقی که افتادی بود که تحریم هایی که بر جمهوری اسلامی اعمال شد باعث شد که جمهوری اسلامی سعی بکنه که عملا به عنوان یک ساختار سازمان، یک نیروی سازمان یافته جنایتکار عمل کنه، یعنی پولشویی بکنه، تحریم ها رو دود بزنه. این باعث شد که با سازمان های جنایتکار دنیا در ارتباط قرار بگیره، با در واقع کارتل های بزرگ مواد مخدر، همینطور حزب الله رو تشویق بکنه که این روابط رو داشته باشه برای که بتونه پولشویی کنه. کم کم متوجه شد که اینها میتونن براش یک امکانی بسازن برای اینکه ترورهای خودش رو هم انجام بده. اولین باری که این مشخص شد ترور دخشی ترور عادل الجوبر سفیر عربستان سوئدی بود در سال 2011 که مشخص شد که روابط جمهوری اسلامی نیروی قدس با کارتل زتای مکزیک هست. همینطور اتفاقاتی که برای احمد نیسی افتاد و ترور کلاهی نشون داد که جمهوری اسلامی با یک سوپر کارتل در اروپا که کارتل مافیای مراکشی هست از طریق رضوان تقی و نوفال فاسح در واقع هدایت میشه، یک هابی داره، یعنی یک روابطی داره با مافیای ایرلند، مافیای ایتالیا، اندراگتا و کامورای ایتالیا و مافیای سربستان، که ما رد همه اینها رو در بسیاری از نقشه‌های تروری که اتفاق افتاده دیدیم. دلیلش این هستش که نیروهای در جرایم سازمان یافته کمتر زیر نظر هستند و اتفاقاتی که اونجا بیفته عملاً خیلی راحت نمیتونن رفتشون بدن به تروریسم و بعدش سازمان‌های ضد تروریستی دنیا هم که امکانات بیشتری دارن، قاطعیت بیشتری دارن، روی این موضوعات متمرکز نیستن و این بهشون اجازه میده که بسیاری از این حمله رو انجام بدن. اگر هم شکست بخوره خیلی ردش در واقع بر نمیگرده به یک دولت. در این حال خب این مسئله که الان مشخص شده که در واقع چقدر نقش جمهوری اسلامی برجسته است در این مسئله، میتونه هم یک فرصت و هم یک تهدید برای کشورهای اروپایی و غربی باشه. از یک طرف میتونن اونها رو در واقع تشویق بکنن به سمت اینکه هر سازمان جنایتکاری که با جمهوری اسلامی در واقع روابط اینچنینی داره رو به عنوان سازمان تروریستی تعریف قرار بدن که بهشون اختیارات بسیار بیشتری برای برخورد با اونها میده، یا اینکه منتظر بمونن تا این در واقع سازمان‌ها کاملا جذب در اون شبکه تروریسم جدید جمهوری اسلامی بشن، حالا که نیروهای ایدئولوژیکش دارن هر روز شکست می‌خورن و حذف میشن در سراسر دنیا. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که از این سازمان‌های جنایتکار دنیا استفاده بکنه تا کمی اون در واقع بازوهای خودش رو جبران بکنه و بتونه اون حملات رو در سطح دنیا انجام بده. رئیس مجلس ترکیه اعلام کردش که وزیر امور خارجه و وزیر دفاع در روز سه‌شنبه آینده در مجلس ترکیه حاضر خواهند شد تا طی یک جلسه غیرعلنی در زمینه تهدیداتی که اسرائیل برای منطقه و ترکیه داره توضیحاتی رو به نمایندگان مجلس ترکیه ارائه بکنند. روز جمعه هم وزارت امور خارجه ترکیه بیانیه‌ای رو در محکومیت حملات اسرائیل در کرانه باختری منتشر کردش و اون رو نقض سیستماتیک حقوق بین‌الملل دونست، در کنار اینکه بار دیگه به این مسئله تاکید داشتش که اسرائیل به تهدیدی برای امنیت
بین المللی تبدیل شده. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در نمایشگاه تکنوفست در شهر آدانا حضور داشتش و به موضوع توان نظامی ترکیه تاکید کرد. به این مسئله اشاره داشتش که ترکیه جز سه کشور برتر جهان در تولید پهپاد هستش. اما موضوع حملات سایبری یکی از مسائلی بودش که اردوغان با جزئیات بیشتری بهش پرداخت. به این مسئله اشاره کردش که به صورت مداوم ترکیه داره توان خودش رو برای مقابله با حملات سایبری و تروریسم دیجیتال افزایش میده. درست بعد از این صحبت‌ها بودش که اردوغان به این مسئله اشاره کردش که یک طرح بدخواهانه در حال اجرا هستش که فقط محدود به کرانه باختری لبنان و غزه نمیشه و اعلام کردش که برای دونستن هدف نهایی این طرح نیازی نیستش که منجم باشیم. بنوید اشاره داشت به این مسئله که هدف نهایی میتونه ترکیه باشه و در صحبت‌های پیشین خودش هم به این مسئله اشاره کرده بود که اسرائیل در پی سرزمین موعود هستش. اما در ادامه صحبت‌هاش اردوغان به این مسئله اشاره کردش که ترکیه مسئله تجزیه دوباره خاورمیانه بر اساس طرح سایکس پیکو رو تحمل نخواهد کرد. توافقنامه سایکس پیکو در سال 1916 و در خلال جنگ جهانی اول بین بریتانیا و فرانسه با رضایت روسیه بسته شده بود که بر اساس اون سرزمین‌های عثمانی که کشورهای لبنان، فلسطین، عراق و سوریه کنونی هستن بین بریتانیا و فرانسه تقسیم شده بود. این مسئله‌ای هستش که در ترکیه به صورت مداوم بهش پرداخته میشه و ما در صحبت‌های روز جمعه اردوغان در زمینه آینده خاورمیانه دیدیم که به این مسئله اشاره کرد و در کنار اینکه موضوع گسترش جنگ بسیار مورد تاکید ترکیه هستش، آینده خاورمیانه هم مسئله‌ای هستش که ترکیه بسیار بهش توجه داره. با همکارم اشکان صفایی از اورشلیم همراه هستیم. اشکان، ارتش اسرائیل شب گذشته و حتی در همین ساعت گذشته ده ها حمله در زاویه انجام داده. این حملات سنگین گزارش شده. از اهداف این حملات بگو و وضعیت فعلی در این منطقه. فریبا، همونطور که در تصاویری هم که حالا قبل از اینکه من بیام بالا صحبت کنم میدیدیم، همچنان دود غلیظی در آسمان جنوب بیروت دیده میشه. در طول در واقع صبح امروز، حالا از ساعت 9:30 صبح وقت محلی به بعد، یک رشته حملات سنگین جدیدی در واقع گزارش شد در رسانه‌های لبنانی که اسرائیل داشته در منطقه زاهیه. در مورد اهداف حملات صبح امروز هنوز گزارش بیشتری منتشر نشده از جمله از سوی ارتش اسرائیل، اما این حملات خب تنها حملات نبوده، حملات در طول شب هم انجام شده. چیزی بین 25 تا 30 حمله گزارش شده که ارتش اسرائیل در طول شب در منطقه زاهیه بیروت انجام داده. خود ارتش اسرائیل میگه که شماری از زیرساخت‌های حزب الله، از جمله شماری از انبارهای اصلی تسلیحاتی حزب الله، رو در حملات دیشب خودش هدف قرار داده. تصاویری که منتشر شده از حملات نشان دهنده انفجارهای ثانویه هست، در مواردی که معمولا انفجارهای ثانویه به دو علت هستند، یا در واقع بمب‌های سنگر شکنی که استفاده میشن چون بعد از اینکه وارد زمین شدن منفجر میشن، یک چیزی شبیه انفجار ثانویه ایجاد میکنه، یا نشان دهنده این هستن که در اون محلی که هدف قرار گرفته تسلیحات وجود داشته. و خب این با در واقع اون داستان روایتی که ارتش اسرائیل میگه همخوانی داره که اونجا در واقع انبارهای تسلیحات اصلی حزب الله هدف قرار گرفتند. باید گفت که ارتش اسرائیل میگه که تمهیدات بسیاری اندیشیده بوده که جلوی آسیب دیدن غیر نظامیان رو در حملات دیشب بگیره، از جمله با اطلاع دادن به اونها برای اینکه منطقه رو تخلیه کنن. همونطوری که گفتیم معمولا ارتش اسرائیل میگه 500 متر، در برخی موارد 1 کیلومتر از محلی که قرار هست هدف قرار گرفته بشه در واقع درخواست میکنه که دور بشن. تصاویر زیادی هم منتشر شده که همچنان افرادی هستند که از اون منطقه خارج میشن. حملات در دیگر نقاط
لبنان به ویژه جنوب لبنان هم دیشب و بامداد امروز ادامه داشت. از اون طرف باید گفت حملات از لبنان به سوی اسرائیل هم از جمله صبح امروز ادامه داشته. صبح امروز دو موشک زمین به زمین از لبنان به سمت مناطق شمالی اما بیشتر نزدیک به مرکز اسرائیل شلیک شد، چندین کیلومتر جنوبی تر از شهر حیفا که آژیر خطر رو در بسیاری از شهرهای بین حیفا تا شهر خدر به صدا در اون مرد. موشک ها رهگیری شدن و گزارشی از خسارت یا تلفات در این حمله حزب الله وجود نداره تا این لحظه. اشکان، خبرهایی هم درباره انفجار پیجرها و بیسیم های حزب الله منتشر شده، از تو بیشتر در این زمینه بشنویم. بله، خب یک گزارش جدیدی در واشنگتن پست منتشر شده، میگه بیسیم های حزب الله که منفجر شدن از سال 2015 در اختیار این گروه بودن و از اون زمان اسرائیل میتونسته به صحبت های مقامات حزب الله گوش بده. درباره پیجرها یک بخش حالا میشه گفت جالب توجهی که داره، میگه موساد این انفجار به شکلی برنامه ریزی کرده بود که پیامی میگرفتن اعضای حزب الله که پیجر رو داشتن که به اونها میگفت پیام رمزگذاری شده و باید با دو دست در واقع دو انگشت دو دکمه رو فشار بدن. به این ترتیب بوده که در واقع موساد اینطور برنامه ریزی کرده بوده که بر اثر انفجار این اعضای حزب الله شبه نظامیان حزب الله هر دو دستشون از کار بیفته که دیگه قادر به جنگیدن نباشن. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما همراه هستن. آقای نامور حقیقی، من اول میخوام تحلیل شما رو بشنوم از ارزیابی شما از صحبت‌های حسن خمینی. به هر حال کمی با کنایه هم حرف میزنه، حالا این کنایه حرف زدنش بماند. هفته‌های گذشته هم برخی دیگر چهره‌های نزدیک به اصولگرا از تغییر سیاست در مورد دکترین هسته‌ای گفته بودند. بله، با سلام خدمت شما بینندگان محترم. ببینید، در مورد این گرایش به سمت تغییر دکترین هسته ایران که احتمالاً دستیار بمب اتم هست، تو جریان اصولگرا صحبت کرده بودن. معمولاً توی استاد طلبها کمتر در این مورد صحبت میکنن. آقای سید حسن خمینی جز معدود افرادی است تو این گروه که داره صحبت میکنه و توجه هم نداره، تناقضاتش توجه نداره. میگه بازدارندگی باید اقتصادی هم باشه، باید رضایت مردم جلب بشه، بازدارندگی نظامی هم باید یک سطح بره بالا. خب دو تا با هم متناقضه. برای اینی که اگر شما رفتید به سمت بازدارندگی نظامی، طبیعتاً با لحاظ اقتصادی ایران با تحریم‌های سازمان ملل روبرو خواهد شد و از لحاظ اقتصادی بسیار تحت فشار خواهد گرفت. این در صورتی است که حتی وارد درگیری نظامی نشه. دومم اینه که حالا ایشون میگه که مذاکره باید انجام بشه با هر نوع مذاکره. خب ایران الان هنوز مذاکره مستقیم با آمریکا نمیکنه و اصل اول روابط بین الملل که چالش ها باید از طریق مذاکره انجام بشه رو عملاً رعایت نمیکنه و هنوز با آمریکا مذاکره مستقیم نداره. اما به جز این تئوری، به هر حال در حاکمیت تئوری است که اولویت کشور راهبردش بازدارندگی و نه توسعه و بنابراین هزینه های بیشتر کشور رفته به سمت همین بحث دفاعی و بحث امنیتی. طبیعت تن با این دیدگاه خب کشور از لحاظ توسعه اقتصادی و حرکت به سمت آینده و پاسخ به نیازهای استراتژیک جامعه به خصوص جوانان خب دچار مشکل خواهد. و خب از جنبه دیگری هم به نکته هم که جدیداً ایجاد شده بعد از بحث با اسرائیل، جدا از اصولگراهان که این روزها بیش از همیشه در مورد تغییر دکترین هسته ایران صحبت میکنن، جریانات سکولاری هم شما میبینید که معتقدن نظام جمهوری اسلامی اصلا ناکارآمده. حتی میگه معتقد نظام جمهوری اسلامی برود، اما میگن باید بمب ساختن بابر اسرائیل. و خب این کسانی که حرف رو میزنن به موانع این کار، هزینه های این کار به نظر من توجه جدی ندارن و به نظر میرسه که یا ناآگاهن یا بعضی ها معتقدن یک به قول من رو پوست خربوزه است که زیر پای نظام گذاشتن، برای که یه تله است که این تله بسیار صورت حساب سنگینی برای کشور خواهد گذاشت. آقای نامور، سوالی که مطرح میشه اینه که حالا اگه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که این بمب هسته‌ای رو بسازه و این کار رو انجام بده، چه هزینه میده؟ واکنش غرب چیه؟ واکنش اسرائیل چیه؟ چه خبرها داشتیم؟ نفتالی بنات گفته که قبل از اینکه ایران هسته‌ای داشته باشیم ما باید جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم. به حال این موازی است که گرفته میشه. بله، ببینید
این دقیقا همون چیزیست که مطرح میشه، چون بسیاری از اصولگرا میگن ما 20 سال هزینه دادیم و به غنیسازی اگر بمب ساخته نشه چرا ما به این کار ادامه میدیم. و در این حال باید توجه داشت اینی که حکومت نرفته به سمت ساخت بمب، حالا حداقل بعد از 81 که به نظر میرسید اقدامات انجام داده. علتش این است که، و اون چیزی که آمریکایی‌ها میگن هنوز تصمیم سیاسی نگرفته، علتش همین هزینه هاست. ببینید این تصاویری که دوست بسیار افراد میدن، حالا چه تو اصولگراها چه تو حتی سکولارها، اینا که میگن با ایران باید بمب بسازه، در یک هزینه های سنگینی داره. این هزینه ها چند گروه هن؟ یکیش تحریم های اقتصادی سازمان ملل، یعنی مکانیزم هاشو برمیگرده، تحریم های سازمان ملل برمیگرده و این تحریم ها بسیار شدیدتر از این تحریم هایی که الان هست، این چون نه فقط تحریم آمریکاست. نکته دوم اقدامات خرابکارانه سایبری، و در حالت سوم عملیات نظامی است. شما نگاه کنید در مورد حزب الله لبنان که اسرائیل چه اقدامات خرابکارانه انجام داده بودن مثل پیجرها، در مورد مسئله هست ایران هم حتما پلن هایی دارن که اگه ایران بره به سمت ساخت بمب حتما اقدامات انجام میدن. در نتیجه اینه که این صحبت رو میکنن به موانع و هزینه ها اشاره نمیکنن و هیچ پلنی هم ندارن که چطوری میخوان برای این موانع و هزینه ها غلبه کنن و ایران ساخته بشه. بنابراین میشه گفت یه تله بزرگی است برای که کشور رو با بحران جدی روبرو خواهد. مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک با ما همراه هستن. سلام آقای محمدی، تا اینجا که با هم صحبت میکنیم تا این ساعت، با گذشت یک روز هنوز سپاه هیچ واکنشی نداشته به خبر احتمال کشته یا زخمی شدن قاهانی. شما علت سکوت مقامات رسمی ایران یا خود سپاه رو چی میدونید؟ ببینید، به جای حدس و گمان در اینکه آقای قاهانی در چه وضعیتی هست، خب البته ما اطلاعاتی داریم، احتمالات قوی وجود داره که ایشون یا کشته یا زخمی شده، اما به جای حدس و گمان من فکر میکنم باید به الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در این موارد نگاه کرد. الگوی رفتاری جمهوری اسلامی به ما میگه که در مواردی که اینها تصور میکنن موفقیتی رو حاصل میکنن، اون برنامه ها رو زنده پخش میکنن، بعد انعکاس این پخش رو در رسانه‌های خارجی دو مرتبه پخش می‌کنن، بعد در موردش اغراق می‌کنن، مبالغه می‌کنن. مجموعه فعالیت‌هایی است که انجام میدن اگر کاری رو مطمئن باشن به نفعشون بوده باشه. اما موضوعاتی که تحقیرآمیز هست برای اونها و تصور می‌کنن که برای آبروشون خوب نیست، اینها رو معمولاً دیر خبر میدند، خبرها رو دستکاری میکنند، مسائل رو به تعویق میاندازند. ما در ماجرای هواپیمای اوکراینی این رو دیدیم، در مورد حسن نصرالله همین رو دیدیم. بنابراین در این مورد باید انتظار داشت که بعد از چند روز، حالا یا از طریق حزب الله یا از طرق دیگر، این مسئله کاملا روشن باشه. ولی از جمهوری اسلامی ما نمیتوانیم انتظار اطلاع رسانی در موضوعاتی که براشون پسندیده و دلچسب نیست باشیم. اصولا جمهوری اسلامی در ساز و در برنامه و کسب و کار اطلاع رسانی نیست. اینها آنچرا که عرضه میکنند در چارچوب تبلیغات سیاسی است و مجموعه رسانه هاشون هم در واقع بوق تبلیغاتی هستند. آقای محمدی، حالا اگر که قاهانی کشته شده باشه و تاییدش بکنن، فکر میکنین واکنش جمهوری اسلامی در این شرایطی که الان هست به این موضوع چیه؟ در ماه‌های گذشته معمولاً جمهوری اسلامی برنامهش بر این بوده است که این موارد رو برهم جمع میکنه. از داستان اسماعیل هنیه میتونیم کاملا این درس رو بگیریم که بلافاصله عکس العمل نشون نمیدند، منتظر میشن اقدامات دیگری اسرائیل انجام میده، چون اسرائیل مرتب داره فرماندهان نظامی حزب الله رو و نیروهای سپاه قدس رو مورد حمله قرار میده. تعداد اینها که بر هم افزوده بشه، خب در نهایت برای تشفی ولایت مداران یا برای آرامش بخشی به نیروهای خودی یا دادن روحیه مرتبا، یعنی تکرار میکنن همین کارهایی رو که در دو عملیات وعده صادق 1 و 2 انجام دادن، تعدادی موشک رو به سمت اسرائیل خواهند فرستاد. علی خامنه ای داره کارتهای خودش رو یک به یک به نظر من از دست میده. تنها کارتی که امروز برای علی خامنه ای مونده ارسال موشک هست
و این کار رو خب مرتبا اینها انجام خواهند داد تا روزی که زرادخانه موشکیشون تعدادش به حدی برسه که دیگه ظرفیت کافی برای ارسال به اسرائیل رو نداشته باشه. با همکارم بابک اسحاقی از این پایگاه ارتش تسرفین همراه هستیم. بابک، از به نمایش در اومدن این وسایل به جا مانده از حماس و یادآوری 7 اکتبر به ما بگو، در این پایگاه هدف از نمایش این وسایل چه بوده؟ فریبا، همانطوری که میبینیم در پایگاه تسرفین هستم. همه از اینجا آغاز شد، از این اتومبیل های تویوتای سفید رنگی که در ساعت 6:20 صبح 7 اکتبر با حملات موشکی حماس به سوی اسرائیل آغاز شد و این اتومبیل ها به حدود 3000 نفر از افراد حماس به سوی مرز با اسرائیل اومدن که جدار مرز اسرائیل شدن، کشتاری که هر کسی که به دستشون اومد، افراد حماس از کودک و نوجوان و پیر و جوان را همه را کشتند و به گروگان بردن، زخمی کردند. این موشکی که میبینیم اتفاقا موشکی هستش که از حمله اول جمهوری اسلامی به اسرائیل بر جا مونده، اون هم اینجا آوردن. اما اگر بیایم اینجا و نگاه بکنیم، میبینیم موشکهایی را که ارتش اسرائیل از داخل نوار غزه اینها را به اسرائیل آورده پس از جنگی که اتفاق افتاد. در آن سو میتونیم ما موتورسیکلت هایی را ببینیم اونجا که اینا موتورسیکلت هایی که اینجا هستش، موتورهایی هستش که اونها هم با اون به اینجا اومدن و یکی از بزرگترین قتل عام هایی را، کشتارهایی را که در تاریخ اسرائیل اتفاق افتاده در اینجا رقم زدن. آنچه که باعث شد جنگ بین اسرائیل و حزب الله لبنان، جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، جنگ بین اسرائیل و حوثی های یمن اتفاق بیفته. ما در کنار کمال هستیم. کمال، میتونی ما را ببری جایی که اسرائیل به زبان فارسی هستش و سعی میکنیم که کمال جون، میگن که اینجا اینترنت خیلی کم هستش، میتونیم چی میبینیم ما در اینجا در این نمایشگاه؟ ببینید، اینجا ما دو تا غرفه مختلف داریم. در این سمت به طور کل انبوه سلاحایی که در غزه از خرابکاران حماس به غنیمت گرفته شده که یا تولید روسیه هستش یا از کشورهای مختلف به دست اونا رسیده و تنوع سلاحایی که اونجا استفاده می‌شده، چه سلاحای سبک و چه سلاحای سنگین که بعداً می‌تونید شما فیلم برداری کنید ببینید، یه چیز شگفت‌انگیزیه. در این قسمت ما دو بخش داریم. یک بخشی که راجع به اسناد اطلاعاتیه که به دست ما افتاده، به خصوص کتاب‌های تبلیغات شیعه در شهر سنی نشین مثل غزه، و در بخش دیگه اون قرفه که شما مشاهده خواهید کرد، سلاحای ایرانی به طور کل ایرانی که در غزه توسط میتونیم تلاش کنیم بریم تو، شاید اینترنت اجازه بده حداقل یه مقداری را بتونیم ببینیم. این ما رو ببر اونجا، کمال جون نشان بده به ما. ببینید، ما اینجاش میتونیم شروع کنیم. اینجا ما سلاحایی که میبینید، تفنگ GSA در انواع مختلف، ساخت ایران. شما میتونید حتی اینجا فیلم برداری کنید ببینید، صنایع نظامی ایران، آرم، شماره سریال این تفنگ GSA ساخت 1371 MP5. این خیلی جالبه، تفنگ تکتیرانداز آنتی متریال، به این میگن صیاد. از این تفنگ های تکتیرانداز بعد معمولا در جنگ ها بر علیه ادواتی مثل خودروها و یا حتی بونکرها استفاده میشه، ولی در غزه از اونا به عنوان تفنگ ضد نفر، ضد سرباز استفاده میکردن. موشکی که اینجا داریم، موشک ضد زره رد که کپی شده موشک ساگر روسی در ایرانه، موشک طوفان، کپی موشک تاو و موشک الماس.
اینا هم موشک های ضد زره بیشتر اون از ساخت ایران هست. میبینم اینجا به فارسی نوشته ساخت ایران. بله تمام سلاحی که اینجا میبینید ساخت ایران هست و در این بخش شما میتونید تبلیغات جمهوری اسلامی در واقع هفتم اکتبر تبلیغات میشه گفت برای شکستن روحیه سربازان و مردم اسرائیل که به صورت عبری بانرهای بزرگ در میدان فلسطین میذاشتن، فیک نیوز، کاریکاتورهای کلن دروغ برای اینکه بتونن مردم اینجا همچی گذارم روی روحیهشون تاثیر بذارن. سپاسگزارم آقای کمال پنهاسی، سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل. همانطوری که میبینید هفت اکتبر یک نقطه عطفی در تاریخ اسرائیل بود، نقطه‌ای که اسرائیل از اونجا دیگر همان اسرائیل سابق نخواهد بود، خاورمیانه همان خاورمیانه سابق نخواهد بود و پس از یک سال هنوز جنگ همچنان در نوار غزه، در لبنان و مکانهای دیگر ادامه دارد. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما هستند. وقتتون بخیر جناب جاودانفر. حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره. با توجه به کشته شدن فرماندهی ارشد حزب الله، این حملات میتونه باعث به عقب راندن این گروه از جنوب لبنان و بازگشت اسرائیلی های ساکن در شمال اسرائیل به خونه هاشون بشه. خانم قیاسی، در حال حاضر هدف اصلی اسرائیل تضعیف نیروهای حزب الله است. هیچ کس نمیتونه این نیروها رو از بین ببره، چون یک تفکر هستش، و در این حال اینکه اسرائیل بتونه اونها رو کاملا از مرز دور بکنه برای دراز مدت هنوز اون سوال وجود داره، ولی در کوتاه مدت نیروهای اسرائیل وارد لبنان شدن تا دیگه حزب الله نتونه از موشک های ضد تانک خودش استفاده کنه برای حملات علیه شهروندان اسرائیل. برخلاف پهپادها و برخلاف موشک های بالستیک دفاع مؤثری وجود نداره علیه موشک های ضد تانک به خاطر زاویه و شیوه حرکت اونها. پس از کوتاه مدت اسرائیل این خطر رو داره برکنار میکنه با حضور نیروهاش، ولی برای اینکه اسرائیل بتونه در دراز مدت خطر نیروهای حزب الله علیه شهروندان اسرائیل رو کاهش بده، به داره یک سیاست تضعیف نیروها رو دنبال میکنه که بر اساس آن ما میبینیم و میشنویم که در هفته های اخیر نه فقط حسن نصرالله بلکه صفاءالدین که جایگزین نصرالله بود، از سال 1994 میلادی ایشون انتخاب شده بود به عنوان جایگزین حزب الله و خانواده ایشون اگر اشتباه نکنم پسر ایشون با دختر قاسم سلیمانی ازدواج کرده، ایشون هم کشته شد. در حال حاضر به نظر میاد که اخباری وجود داره که احتمال کشته شدن آقای قانی رئیس فرمانده سپاه قدس هم وجود داره، و مهمتر از اون تصویراتی که دیدید در لبنان و اون انفجارهای مهیبی که شما نشون دادید الان به احتمال زیاد موشک‌های بالستیک بودن، چون اونا موشک های بالستیک میتونن انفجارهای به این شدیدی رو به وجود بیارن. و مهمتر از اون وقتی اسرائیل اختار میده که مردم از این مناطق برن کنار، میدونه که اگه مهمات کوچیکی باشه حزب الله هم شاید بتونه از این مسئله استفاده کنه برای انتقال و فرار مهمات، ولی این موشک ها اینقدر بزرگ هستن که اسرائیل میدونه که حزب الله نمیتونه اونها رو انتقال بده، پس اونها رو داره کم کم از بین میبره و این میتونه برای جمهوری اسلامی و حزب الله به شدت گرون تموم بشه. آقای جاودانفر، نتانیاهو بار دیگه بر پاسخگویی به حملات موشکی جمهوری اسلامی تاکید کرده. به نظرتون این پاسخ در چه حجمی و چه زمانی خواهد بود؟ گمانه‌زنی های زیادی وجود داره خانم قیاسی. بعضیا میگن که میتونه حملات علیه تاسیسات نفتی ایران باشه، شاید تاسیسات اتمی باشه، شاید تاسیسات دولتی باشه. هنوز معلوم نیست اسرائیل این تصمیم رو ولی گرفته که میخواد حمله بکنه. ما نمیدونیم که کی این حمله رو خواهد کرد، ولی چیزی که من واسه اشاره بکنم برای شما و بینندگان عزیزتون به خصوص در ایران این است که در اسرائیل اتحاد کامل و انسجام 100% وجود داره در مورد جواب دادن به حملات حکومت جمهوری اسلامی ایران به خاک اسرائیل، و
این مسئله برخلاف مسائل مانند جنگ در غزه، مردم اسرائیل 100% از اون پشتیبانی میکنن و این مسئله برای اسرائیل یک مسئله بسیار بسیار مهمی است. چون ما میبینیم که کشوری که دومین بزرگترین منابع گاز در دنیا و چهارمین بزرگترین منابع نفت در دنیا را داره، برای خودش یک هدف تعیین کرده و اون هدف نابودی، حداکثر نابودی و حداقل کشتار مردم بیگناه و مردم نظامی یک کشوری که حتی با اون مرز نداره، به خاطر دلایل ایدئولوژیک، به خاطر نفرتی که از مردم اسرائیل داره و اینکه مردم یهود بسی کشور خودشون رو داشته باشن. پس بنابراین بعد از این حمله و حملات بعدی هم اگر لازم باشه، مردم اسرائیل پشت این تصمیم دولت آقای نتانیاهو یا هر دولت دیگر اسرائیلی خواهند بود. میشیم با همکارم اشکان صفایی از اورشلیم. اشکان، ارتش اسرائیل دیشب و حتی در همین ساعات گذشته ده‌ها حمله در زاهیه داشته، اونم سنگین. از اهداف این حملات بگو و وضعیت فعلی در این منطقه. بله، خب در طول ساعات صبح امروز هم ارتش اسرائیل چندین حمله سنگین در زاهیه داشته. به نظر به خاطر یکی از این حمله ها همزمان با این بوده که کفیل نخست وزیر لبنان نجیب میقاتی در حال صحبت بوده. اما اهدافی که خود اسرائیل میگه در این حملات داشته، زیر ساختای حزب الله به صورت ویژه ارتش اسرائیل گفته که در حملات شب گذشته، درباره حملات صبح امروز ارتش اسرائیل تا این لحظه هنوز بیانیه‌ای صادر نکرده، اما درباره حملات شب گذشته که چیزی بین 25 تا 30 حمله هم بوده، ارتش اسرائیل گفته که انبارهای تسلیحاتی، یک سری از انبارهای تسلیحاتی اصلی حزب الله لبنان رو هدف قرار داده. شاید دلیل این که ما در فیلم هایی که از حملات دیشب منتشر شده انفجارهای بسیار بزرگ میبینیم و همچنین انفجارهای ثانویه هم همین باشه، که ارتش اسرائیل در واقع جاهایی که هدف قرار گرفتند انبارهای تسلیحاتی بودند. در کنار اون باید گفت که در طول ساعات صبح امروز، در واقع همین حتی ساعت اخیر صبح امروز، چیزی بین مثلا ساعت 10:30 تا 11:30 صبح امروز به وقت محلی، هم به نظر میاد که ارتش اسرائیل حملاتش نه فقط در بیروت در زاهیه ادامه داشته، بلکه در نقاط دیگر لبنان هم حملاتی شده، هم در جنوب لبنان که اونجا عملیات زمینی هم همزمان با عملیات هوایی در حال انجام هست، و هم در عمق خاک لبنان الان داره در واقع گزارش های منتشر میشه که ارتش اسرائیل صبح امروز یک شنبه حملاتی هم در عمق خاک لبنان داشته. هنوز گزارش های بیشتری از اونجا منتشر نشده. از اون طرف همونطوری که گفتی، حزب الله لبنان هم به حملات موشکی و راکتی خودش به سمت اسرائیل ادامه میده. صبح امروز تقریبا ساعت 8:30 به وقت اسرائیل بود که آژیر خطر در بخشای گسترده‌ای از جنوب شهر حیفا، در واقع از حیفا به سمت شهر خدره، شهری که از آغاز جنگ تا امروز آژیر در اون بستا در نیامده بود، آژیر بستا در اومد. بعدن ارتش اسرائیل اعلام کرد که دو موشک زمین به زمین از سوی حزب الله لبنان به سمت اسرائیل شلیک شدن که هر دوی اونها رهگیری شدن و تلفات یا خساراتی در این حمله حزب الله دست کم منتشر نشد. ممنون از تو اشکان صفایی، همکارمون از اورشلیم. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک با ماست. آقایی خیلی خوش آمدید. گزارش اشکان رو دیدید. چقدر محتمل هست خبر حضور و احتمالاً کشته شدن یا مجروحیت اسماعیل قاآنی در حمله اخیر اسرائیل به جلسه فرماندهی حزب الله، و فکر میکنید روند اطلاع رسانی اگر این خبر صحت داشته باشه به چه صورت باشه؟ خب ببینید، ما الان دقیقاً نمیدونیم که این اتفاق افتاده یا نه، ولی این احتمال خب به حال هست. بر اساس گزارش هایی که وجود داره و البته خبرنگار شما هم اشاره کرد، ممکنه این واقعیت داشته باشه، ممکنه قانی در واقع جان سالم به در ببره، زخمی شده باشه یا اصلا اتفاقی براش رخ نداده باشه. ولی به حال با توجه به اون الگوی رفتاری رسانه‌ای جمهوری اسلامی، معمولا خبررسانی نمی‌کنن در رابطه با حتی کشته شدن رئیسی، اما چنین رفتار رسانه‌ای
رسانه‌ای رو از طرف جمهوری اسلامی شاهد بودیم که اطلاع رسانه نمی‌کنن. یعنی اگر قانی زنده باشه به هر حال الان باید یک تصویری از اون پخش بشه که برای افکار عمومی مسجل بشه که نه برای او هیچ اتفاقی نیفتاده. بنابراین این ابهام رو بیشتر می‌کنه، ولی باز به این معنا نیستش که حتما قانی کشته شده، ولی میگم این احتمال وجود داره که این اتفاق رخ داده باشه. و اساساً مسئله کلیدی این هستش که اسرائیل بر اساس اون تغییرات عمده‌ای که در دکترین امنیتی و نظامیش داره ایجاد شده، سعی میکنه که اون فرماندهان ارشد محور مقاومت رو حذف فیزیکی بکنه. و به نظر میرسه که حتی اگر به هر حال قانی و یا هر کدوم یکی دیگر از فرماندهان نیروهای قدس سپاه، فرماندهان عالی رتبه و مهم در بین نیروهای حماس، در بین حزب الله اینا زنده مونده باشن، به هر حال ممکنه که در مراحل بعدی با توجه به اون پلن ها و برنامه‌ای که اسرائیل داره، اگر الزامات امنیتی اسرائیل ایجاب بکنه، در واقع مورد حمله قرار بگیرن یا مورد هدف اسرائیلی ها قرار بگیرن. آیا آقای میدونیم که امروز وزیر خارجه جمهوری اسلامی به سوریه سفر کرده، قبلش هم به لبنان سفر کرده بود، فکر میکنید هدف عراقچی از این سفرها چیه و جمهوری اسلامی در واقع این سفرها و اقدامات چه تصویری به ما میده از برنامه جمهوری اسلامی برای آینده؟ خب ببینید، جمهوری اسلامی الان ضربه‌های بسیار زیادی رو از اسرائیل دریافت کرده. اون محور مقاومت، خب حزب الله و حماس و بقیه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی، اگرچه همین امروز حملاتی رو نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی از عراق انجام دادن، ولی داره سعی میکنه به نظر من به نوعی اگر یک حمله شکل گرفت به جمهوری اسلامی در ایران که به طور حتم به نظر میرسه اسرائیل واکنش نظامی نشون خواهد داد، از الان هماهنگی بکنن که در این جبهه ها بتونن به نوعی برای جمهوری اسلامی شاید نوعی بازدارندگی ایجاد بکنن که به نظر من تلاش بیهوده ای هستش و بیشتر به نظر من به فکر هماهنگی هستن. ولی خب جمهوری اسلامی با چالش های بسیار بسیار روبرو هستش. مسئله کلیدی و بحران جدی که جمهوری اسلامی باش روبرو هست در صورت واکنش نظامی اسرائیل این هستش که یک سری از نیروهای شبه نظامیش در عراق و سوریه و یمن، خب ممکنه اینها واکنش هایی رو نشون بدن و احتمالش هم زیاد هست، ولی جمهوری اسلامی یک بازیگری که بتونه بهش اتکا داشته باشه در لحظه جنگ نداره. حتی نمیتونه روی روسیه تکیه بکنه، روی چین نمیتونه تکیه بکنه، یک همپیمان راهبردی در لحظه خطر نداره. بنابراین متوسل شدن به نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی نکته من این هستش که نمیتونه اون بازدارندگی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. و حتی برفرض این نیروها هم ملحق بشن و یک سری حملاتی رو انجام بدن، به هر حال احتمالاً اسرائیل همونها رو در عراق، سوریه، یمن و حالا الان در لبنان مورد حمله قرار خواهد داد. یعنی واکنش نظامی اسرائیل ممکنه در فاز اول محدود به جمهوری اسلامی در ایران باشه و همزمان یا به صورت موازات اونها به همون نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در عراق باشه، با توجه به اتفاقی که امروز رخ داد، در سوریه باشه و بقیه مناطق. و این برای جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد نمی‌کنه و در معادله بازدارندگی هر بار جمهوری اسلامی شکست می‌خوره. من فکر می‌کنم با توجه به الگوی رفتاری نظامی اسرائیل، چون ما الان داریم در آستانه سالگرد 7 اکتبر هستیم، حمله تروریستی حماس به اسرائیل، این نبرد در تحلیل نهایی نبردی به نظر میرسه برای اسرائیل نبردی برای بود و نبود هست. و اسرائیل با توجه به اون الگوی رفتاریش فکر میکنم اجازه نخواهد داد تحت هیچ شرایطی جمهوری اسلامی در نردبان تنش در بالاترین پله قرار بگیره و برای این کارم برنامه داره و اقدامی هم که بخواد نشون بده دقیقاً به نظر من در راستای این هستش که در پاسخ به جمهوری اسلامی خودش رو در این معادله بازدارندگی یه پله بالاتر از جمهوری اسلامی قرار بده. هر بار اسرائیل یه پله بالاتر خواهد رفت تا در این معادله بازدارندگی پیروز باشه. توپ در زمین جمهوری اسلامی هست، میتونه جمهوری اسلامی واکنش متقابل نشون بده، ولی من مطمئن هستم که اسرائیل دوباره یک واکنشی بزرگتر نشون خواهد داد تا در اون نردبان تنش در پله بالاتر قرار بگیره و اسرائیل تا آخر بازی به نظر من برای منافع خودش خواهد رفت. آقای یکم برگردیم عقب‌تر، اشاره کردیم به چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی. با تمام این تفاصیلی که فرمودید، توان جمهوری اسلامی رو برای پاسخگویی به حمله اسرائیل که بارها تاکید کرده قطعی هست در این وضعیت آشفته امنیتی و سیاسی داخل ایران و اوضاع آشفته حزب الله چطور می‌بینید؟ در چه سطحی خواهد بود این توان پاسخگویی جمهوری اسلامی؟
البته به لحاظ فنی خیلی چیزا بستگی به اون شکل و نوع و ماهیت و ابعاد واکنش نظامی اسرائیل بستگی داره. ما دقیقا نمیدونیم اسرائیل میخواد چه اهدافی رو دقیقا بزنه. اگه بخواد اسرائیل بره سراغ اون بیشینه واکنش، یعنی گزینه‌هایی که خیلی یعنی خیلی چشمگیر هست، مثلا زدن تاسیسات اتمی، من هیچ کدوم از اینا با قطعیت نمیگم، به عنوان سناریوها، یا حمله به پایانه‌های نفتی مثلا در جزیره خارک یا پایگاه نظامی سپاه، خب جمهوری اسلامی مجبور میشه که واکنش بزرگتری نشون بده. ولی اگه اسرائیل بخواد واکنش‌های کمینه هستن نشون بده، ممکنه جمهوری اسلامی لزوماً واکنش خاصی رو نشون نده. بستگی داره که اسرائیل بره در گام اول سراغ واکنشی که اونقدر بزرگ باشه که مجاب بکنه جمهوری اسلامی رو که اصلا سراغ گزینه واکنش نره، یعنی اونقدر بزرگ باشه علاوه بر این واکنش که جمهوری اسلامی نتونه اصلا واکنش بعدی رو نشون بده، یا اگه بخواد نشون بده نه دوبار بلکه ده بار فکر بکنه. این یه سناریو هستش، یا اینکه نه اسرائیل واکنشی رو که محدود هست نشون بده برای اینکه بخواد فقط واکنش نشون داده باشه، منتظر باشه ببینه جمهوری اسلامی واکنش بعدی چی هست. اساسی ترین مشکل برای جمهوری اسلامی در بعد نظامی این هستش که آسمان ایران بی‌دفاع هست. سامانهای پدافندی کافی و لازم برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه مقابله بکنه رو نداره و این بزرگترین نقص جمهوری اسلامی است. بعد علاوه نیروی زمینی جمهوری اسلامی قابل میتونه حملاتی رو انجام بده، ولی خب اسرائیل که با ایران هممرز است. من فکر می‌کنم مهمترین مسئله، مهمترین چالش پدافند هست و بی‌دفاع بودن آسمان ایران، و با توجه به این واقعیت جمهوری اسلامی ریسکی رو میپذیره که در واقع هزینه‌اش رو مردم ایران باید بدن. کاخ سفید اعلام کرده با اسرائیل از نزدیک در حال هماهنگی در مورد اهداف احتمالی در ایران. با این وجود برخی ناظران و تحلیلگران معتقدند دولت بایدن در این بحران قدرت نفوذ خودش را از دست داده و بیشتر نقش یک تماشاگر رو ایفا میکنه. کاخ سفید در هفته‌های گذشته اعلام کرده از بعضی تصمیم‌های اسرائیل غافلگیر شده، از جمله عدم اطلاع از انفجار پیجرهای اعضای حزب الله. مقام های آمریکایی همچنین گفتن اسرائیل پس از اینکه جنگنده‌هاش برای حمله به نصرالله در هوا بودند، واشنگتن رو از این عملیات مطلع کرده. همزمان به گزارش CNN، اسرائیل به آمریکا هیچ تضمینی نداده که به تأسیسات هسته ایران حمله نکنه. در همین رابطه مرساد بورجردی، رئیس دانشکده علوم انسانی در دانشگاه علم و فناوری میزوری از همین ایالت با ما همراه میشن. آقای بورجردی، با توجه به همه نشانه‌هایی که وجود داره، چقدر فکر می‌کنین که حمله احتمالی که اسرائیل در سر داشته باشه به ایران انجام بده میتونه بدون هماهنگی آمریکا باشه، با توجه به تبعاتی که میتونه به دنبال داشته باشه؟ از کنم که خب ما میدونیم واقعا از این یک سالی که از حمله هفته اکتبر میگذره، اسرائیل به مراتب نشون داده که حاضر نیست به امریکا اجازه گرفتن بده و خودسر عمل میکنه و بعد اونها رو در جریان کار میذاره. نمونه هاش شما رو هم برشمردین. الان هم به نظر میاد اختلاف نظرشون در این راستا هست. ببینین، در رابطه با مسئله تاسیسات، حمله به تاسیسات اتمی ایران، واقعیتش اینه که تحلیلگران وزارت دفاع امریکا موضعشون این هست که با حملات هوایی از بین بردن تاسیسات اتمی ایران غیر ممکن هست. میتونه اون رو ضربه بهش بزنه، میتونه چند ماه چند سال عقب بهش بندازه، ولی اونها نگران تبعات این مسئله هستن، تبعات نظامیش، تبعات اقتصادی و سیاسیش، مانند بیرون رفتن ایران از NPT، ساختن بمب اتم و غیره و غیره. حالا اسرائیل داره چجوری فکر میکنه؟ اونها دارن فکر میکنن که امریکا به خاطر انتخاباتی که در پیش داره، این 5 هفته‌ای که باقی مونده، اونها در موقعی هستن که واقعا از لحاظ سیاسی فلج شدن و هر کاری که بخواد اسرائیل میتونه انجام بده و امریکا مجبور به دفاع از اونها هست. حمله اسرائیل، ببینید، به تاسیسات اتمی ایران بدون همکاری امریکا امکان پذیر نیست، برای اینکه اونها در اقصی نقاط کشور پخش شدن و امری بسیار سخت است. اگر با حمله هوایی میشد این تاسیسات رو از بین برد، مطمئن باشین تا حالا امریکا خودش شخصا مبادرات به این کار میکرد، ولی این کار رو انجام نداده. یه اختلاف نظر دیگه هم داریم که خب البته
به عنوان کسی که علوم سیاسی یا روابط بین الملل تدریس میکنه، این بحث اصل بدیهی است. درسته که هیچ دو کشوری و هیچ دو سیاستمداری با هم مواضع یکسان ندارن. شما وقتی که اسناد سازمان های اطلاعاتی و وزارت دفاع امریکا رو میبینین، اونها چی میگن؟ اونها میگن دغدغه اصلی امریکا باید نبرد با قدرت های بزرگی مانند روسیه و چین باشه. جنگ اوکراین هست، نگرانی از آینده تایوان هست و مسائلی از این مانند، و اونها نمیخوان زمینگیر بشن در یک جنگ دیگری در خاورمیانه، در حالی که برای اسرائیل هم و غمش تنها خاورمیانه است و بخصوص رقابتی که با ایران مد نظرش است. آقای بروجردی، اشاره کردین به این 5 هفته ای که به انتخابات آمریکا مونده، کمتر از 5 هفته حتی. چقدر فکر میکنین که در همین فرصت کوتاه اسرائیل ممکنه به سمت رویارویی مستقیم، یک جنگ گسترده تر با ایران بره؟ ببینید، من فکر میکنم که اگر تبلیغات دو طرف رو بیرون بذاریم، به نظر من اسرائیلی ها هم میدونن که جنگ تمام عیار با ایران براشون در این مرحله از زمان کار آسانی نخواهد. درسته، شما ببینین حتی اون کارهایی که در غزه و لبنان هم کردن، دیروز و پریروز بیش از 300 موشک و این پرتاب شده از طرف لبنان به خاک اسرائیل. بنابراین امکان پذیر نیست که کشوری به سایز ایران رو شما بخواید اینچنین به زانو در بیاری که اون توانی برای پاسخگویی به خودشون نداشته باشه. برای همینم فکر میکنم اگر من بخوام پیش بینی بکنم، احتمالاً کاری که اسرائیل خواهد کرد یک حمله از 3 طرف خواهد بود. یکی میتونه ترور شخصیت‌های مهمی باشه، حالا نظامی یا سیاسی، یکی میتونه ضربه زدن به سامانه‌های موشکی باشه، و یکی هم مسئله ضربه زدن به تأسیسات نفتی ایران. احتمالاً با شناختی هم که از رهبران ایران داریم و طرز فکر سیاستمداران ایران، فکر می‌کنم اسرائیلی‌ها و آمریکا هم می‌دونن یه چنین اقدامی پاسخ متقابل هم برای ایران رو با خودش به ارمغان خواهد بود، و دوباره اون وقت دو طرف میشینن حلاجی میکنن مسئله رو، ببینن که آیا بیش از این میخوان به این بحران عمق بدن یا اینکه میخوان این رو همین تا اینجایی که هست به اصطلاح در نطفه خفش کنن. تحولات خاورمیانه را با محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار که از واشنگتن با ما هستن بحث میکنیم. آقای سازگارا، بنیامین نتانیاهو بازم هشدار داد. چه تصور میکنین این حمله چه وقت صورت خواهد گرفت از سوی اسرائیل؟ نمیدونم. واقعیت این است که شاید هیچ کس ندونه جز فرمانده های نظامی اسرائیل، ولی یک چیزی رو بسیاری منابع خبری دارن میگن، این از که حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران حتما انجام میشه و ابعادش، گستردگی و بزرگیش احتمالا بیش از اون چیزیست که قبلا تصور میشد. حالا اینکه اسرائیل در این تلافی اهداف نظامی رو هدف قرار بده یا اهداف سیاسی رو مورد هدف قرار بده و یا اهداف اقتصادی یا همه اونها رو نمیدونیم، اما بیشتر به نظر میرسه که اهداف نظامی فعلا در دستور باشه، ولی باید صبر کنیم و ببینیم در چند روز آینده چه اتفاقی میفته. یعنی منظورتان این است که تأسیسات هسته‌ای ایران مورد حمله قرار خواهد گرفت، بیشتر امکاناتی وجود داره؟ نه، امکانش کمه، برای اینکه امریکایی ها مخالفند. یک دلیل فنی هم دارند و اون است که تأسیسات هسته ایران، اولا اونهایی که حالا روی زمین زدنش کار سختی نیست، ولی بسیاری تأسیسات حساس زیر کوه ها و ارتفاعاتی هستند که بمب های سنگرشکنی میخواد که امریکا فقط داره و هواپیمای B-2 میخواد که اون رو هم فقط امریکا داره و بنا هم نداره الان در اختیار اسرائیل بگذاره. اونچه که اسرائیل داره عمق لازم رو نمیتونه بشکافه، پایین بره و حتی اکثر خسارتی که بزنه 1 ماه 2 ماه فعالیت هسته ایران رو میتونه عقب بندازه و وقت مذاکرات و غیره هم روی هوا میره. به هم دلیل امریکایی ها مخالفم. بنابراین من فکر نمی کنم حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستور باشه،
بلکه بیشتر مراکز سپاه، پایگاه‌های موشکی، مراکز وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه و امثال اینها اگر قرار به حمله به مراکز نظامی باشه به گوش میرسه که مورد حمله قرار میگیره. درسته، اما تا جایی که دیدمش از صحبت‌های نتانیاهو، حالا متحدین خود اسرائیل هم از این حمله حمایت نمیکنن. نتانیاهو در صحبت‌های خود انتقاد میکنه از متحدین خود. از فرانسه انتقاد کرده. بله. فرانسه برای اینکه سنتاً از زمان ناپلئون بناپارت ناحیه شامات یعنی سوریه و لبنان رو نزدیک به خودش میدونه و رواج زبان فرانسه در اونجا، انتقادش هم به حملات اسرائیل به لبنانه، ولی متحد اصلی اسرائیل امریکاست که اگر امریکا پشت اسرائیل باشه به کشور دیگه احتیاج نداره. ضمن اینکه انگلیس هم گفته پشت اسرائیل میسته، ضمن اینکه خود اسرائیلی ها هم برای حمله به لبنان یا حمله به ایران خیلی احتیاج به این و اون ندارن، امکانات بالایی دارن، اگرچه امریکایی ها کمک های زی قیمتی میتونن. اما در قسمت بیروت و در قسمت لبنان فکر نمی کنین که انتقاد فرانسه میتونه بجا باشه؟ حالا قرار است که بیروت تبدیل شد به غزه دوم. به هر حال خود ویرانی غزه هم محل انتقاده، خیلی ها انتقاد کردن، به حق هم از پاره‌ای از عملیات ارتش اسرائیل انتقاد کردن، چه برسه به اینکه این عملیات بخواد در بیروت صورت بگیره. ولی هنوز معلوم نیست که ارتش اسرائیل مثل سال 1982 بخواد از جنوب بره تا بیروت و فتح بیروت. بیشتر به نظر میرسه که اینجاهایی که ناحیه زاهیه، حومه جنوبی بیروت، چون مقر حزب الله مورد حمله است، نه همه بیروت، و بیشتر به نظر میرسه اسرائیل قصد داره ناحیه جنوب لبنان تا رودخونه لیتانی رو که مرزیه که سازمان ملل معلوم کرده بود پاکسازی کنه، برای اینکه بتونه اون 60,000 تا 80,000 شهروندش رو که آواره شدن برگردونه. ولی به هر حال جنگ جوریست که شروعش ممکنه با اسرائیل باشه ولی اتمامش معلوم نیست کجا باشه. حزب الله اگرچه صدمات بزرگی خورده و سازمان الان سردرگمی است، ولی به هر حال زمانی 60,000 نیروی مسلح داشته و پایگاه‌های موشکی و تسلیحات و تجهیزات زیادی، بنابراین ممکن است که حتی تا گرفتن رودخونه لیتانی هم برای اسرائیل با دشواری‌های زیادی مواجه بشه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به جمهوری اسلامی گفت دوباره به اسرائیل حمله کرده جمهوری اسلامی و اسرائیل هم حتما به این حمله پاسخ میده. ایران دوبار صدها موشک به قلمروی ما شلیک کرده در یکی از بزرگترین حملات موشکی بالستیک تاریخ. هیچ کشوری در جهان چنین حمله‌ای به شهرها و شهروندانش رو نمیپذیره و اسرائیل همین کار رو نمیکنه. اسرائیل وظیفه و حق داره که از خودش دفاع کنه و به این حملات پاسخ بده و قطعاً این کار رو هم میکنه. گمان زنی درباره اینکه اسرائیل احتمالاً به چه اهدافی در ایران حمله میکنه ادامه داره. در ساعات و روزهای گذشته دست کم از 4-9 هدف صحبت شده. مراکز نظامی، تأسیسات هسته‌ای، تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های انرژی و حتی تلاش برای کشتن فرمانده‌های سپاه. خود اسرائیلی‌ها تا حد زیادی در این باره سکوت کردند. ولی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که بهتر اسرائیل نه به تأسیسات اتمی حمله کنه و نه به تأسیسات نفتی. برعکس بایدن، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گفته اتفاقاً اسرائیل باید از هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای شروع کنه و بعد بره سراغ اهداف دیگه. اسرائیلی ها هنوز دقیق تعیین نکردن که چه قصد و برنامه حمله ای دارن. هنوز این موضوع در حال بحثه. من اگه جای اسرائیلی ها بودم به جای حمله به تأسیسات نفتی به گزینه های دیگر هم فکر میکردم. چیزی که من میدونم طرحی که ما پیشنهاد دادیم هم توجه شورای امنیت رو جلب کرده و هم مورد توجه متحدان عمده ما تو سراسر جهان بوده. اما اونا تحت عملیات وحشیانه و حق دارن بهش پاسخ بدن.
نه تنها حملات ایران که حملات حزب الله و حوثی ها هم هست. اما مهم اینه که اونا با شهروندهای غیر نظامی چطور تا میکنن و اینکه چه پاسخی میدن و ملاحظه اونا رو بکنن. این وسط باراک نخست وزیر سابق اسرائیل هم که خودش سابقه فعالیت در نیروهای ویژه ارتش اسرائیل داره گفته اسرائیل باید به طور نمادین هم که شده به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله بکنه، ولی حمله اصلی رو باید بگذاره روی زدن مراکز نظامی و تأسیسات نفتی. فارغ از اینی که اسرائیلی‌ها چجوری به ایران حمله میکنن و آمریکا و بقیه چجور حمله‌ای رو پیشنهاد میکنن، خیلی باعث تأسفه که جمهوری اسلامی کشور رو، ایران و ایرانی‌ها رو در موقعیتی قرار داده که همه دارن به خودشون اجازه میدن درباره حمله به ایران صحبت کنن. اینکه کجا ایران رو بزنیم یا بزنید صحبت میکنن. اگه جمهوری اسلامی امنیت کشور رو و امنیت ایرانی‌ها رو فدای حزب الله و حماس نکرده بود، الان چرا باید کشورهای دیگه به این راحتی درباره حمله به ایران صحبت کنن؟ اگه جمهوری اسلامی سرنوشت ایران و ایرانی‌ها رو به حزب الله و حماس گره نزده بود، چرا بعضی از کشورها باید به خودشون اجازه بدن درباره حمله به ایران صحبت کنن؟ این وضعیتی که الان کشور ایران و مردم ایران توش گیر کردن، حاصل ندانمکاری‌های جمهوری اسلامیه، حاصل سیاست‌های اشتباه جمهوری اسلامی و در رأسش خامنه‌ای و سپاهه. مدام میگفتن هرچی نداریم در عوضش امنیت داریم. الان امنیت داریم؟ میگفتن میریم سوریه به جنگیم که مجبور نشیم در ایران، در تهران به جنگیم. خب الان چی شد؟ جنگ داره به داخل ایران کشیده میشه. حالا باید مردم ایران لحظه شماری کنن که اسرائیل یا آمریکا کی ممکنه حمله کنن، کجا ممکنه بمباران بشه. بعد این وسط جمهوری اسلامی از رو نمیره و به شکل مصنوعی میخواد بحث دفاع از ایران رو مطرح کنه، مثلا عرق ملی مردم رو تحریک کنه. انتظارم دارن مردم گول حکومت و خامنه‌ای و سپاه و بقیه کسایی رو بخورن که الان کنار خامنه‌ای و سپاه ایستادن. حتی دیدم اصلاح طلبام به جایی که بیان بگن این سیاست خارجی ماجراجویانه و سپاه محور بود که باعث شد سایه جنگ بیفته رو کشور، الان رفتن کنار خامنه‌ای و سپاه ایستادن، ایران ایران میکنن. چرا جرأت ندارید بگید اینی که الان ایران در معرض بمبارانه، در معرض حمله است، ناشی از سیاست‌ها و راهبردهای اشتباه جمهوری اسلامیه، ناشی از تفکرات متوهمانه خامنه‌ایه، ناشی از توهم قدرتیه که سپاه، پاسداران و فرمانده‌های سپاه داشتن و دارن. میگفتن قدرت جمهوری اسلامی به حدی زیاد شده که مرزهای امنیتیش به دریای مدیترانه رسیده. متوهمانه میگفتن در 4 کشور عراق و سوریه و لبنان و یمن، در 4 پایتخت عربی یعنی بغداد و دمشق و بیروت و صنعا، این ما جمهوری اسلامی هستیم که دولت تعیین میکنیم. خب الان این بادکنک توهم ترکیده. خطر روز به روز داره به مردم ایران نزدیک و نزدیکتر میشه. اینا فکر میکردن حماس و جهاد اسلامی و حزب الله رو دارن و اطراف اسرائیل رو گرفتن، با جنگ نیابتی هم میتونن اونو از پا در بیارن. الان معلوم شد که اسرائیل داره یکی یکی میره سراغ این گروه های نیابتی و اونا رو تا مرز نابودی داره تضعیف میکنه. حالا هم اومده سراغ خود جمهوری اسلامی. این گروه های نیابتی شمشیر و سپر جمهوری اسلامی بودن، حالا این سپر و شمشیر از دست جمهوری اسلامی افتاده. اسرائیل سینه به سینه جمهوری اسلامی ایستاده. بس اینه که به کجا حمله میشه، به کجا نمیشه. حالا اسرائیل داره با این حملات شدید به حماس و حزب الله از گروه های نیابتی داره عبور میکنه، مستقیم میاد سراغ خود جمهوری اسلامی. این وضعیت یعنی اینی که کل سیاست و راهبردی که در 40 گذشته روش سرمایه گذاری کرده بودن و اسمشو گذاشته بودن جبهه مقاومت، یکی یکی داره از بین میره، منهدم میشه، فرو میریزه. اون از حماس که ساختار نظامی و دولتش در غزه منهدم شد، فرمانده های نظامیش یکی بعد دیگری کشته شدن، هنیه هم رهبرش در تهران ترور شد، اینم از حزب الله که اسرائیل همون بلایی رو که سر حماس آورد داره سرش میاره. اول ساختارهای نظامی و تسلیحاتی و انبارهای موشکی و مهماتش رو زده،
بعد تقریبا تمام شبکه فرماندهیشو زده و کشته، نصرالله رهبرش هم کشته، الان هم داره هر کسی جانشین نصرالله میشه مثل صفی‌الدینو داره میزنه. تقریبا حزب الله به قول کشتیگیرا رفته رو پل در حال ضرب فنی شدن. مهمتر اینه که اسرائیل همین بلایی رو که سر حماس و حزب الله آورده، حالا میخواد با کمک آمریکا بیاد سراغ جمهوری اسلامی و سر جمهوری اسلامی بیاره که خودشون بهش میگن سر اختاپوس. بعد از حملات شدیدتر اسرائیل و تضعیف جدی حزب الله، از اون طرف عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رفته بیروت تا برای آتش بس تلاش کنه و حزب الله را از زیر ضرب حملات اسرائیل نجات بده. جالبی که قبل از شروع حملات سنگین اسرائیل به حزب الله اسرائیل پیشنهاد داده بود که حزب الله حملات رو متوقف کنه، ما متوقف میکنیم، ولی حزب الله و جمهوری اسلامی تصورشون این بود که اسرائیل در موضع ضعف، ما باید به حملات به اسرائیل ادامه بدیم تا اسرائیل آتش بس با حماس رو بپذیره. خب حالا وضع جوری شده که اسرائیل نه فقط آتش بس با حماس رو نمیپذیره، بلکه آتش بس با حزب الله هم نپذیرفته. تقریبا شب و روز 24 ساعته داره زاهیه مقر حزب الله رو بمباران میکنه، حتی اجازه نمیده بیان آواربرداری حملات قبلی انجام بدن ببینن کدوم مسئول فرمانده حزب الله کشته شده، کدومش نشده. این تلاشی هم که عراقچی برای آتش بس داره انجام میده برای اینه که حزب الله بیش از این نابود نشه و جمهوری اسلامی و در واقع سپاه نیرو قدس از موضع پایین در به در دنبال میانجی میگردن که بیاد جلوی ادامه حملات اسرائیل رو بگیره به حزب الله. حزب الله نیمه جون شده. این حزب الله نیمه جون شده رو که گوشه رینگ گیر کرده، مدام داره از اسرائیل مشت میخوره، میخوان از میدان ببرنش بیرون با آتش بس تا بعد اگر تونستن این حزب الله به شدت آسیب دیده رو تیمارش کنن، درمونش کنن، بازسازیش کنن، که البته به این سادگی ها ممکن نیست. صحبت های عراقچی رو که در به در دنبال پیدا کردن میانجی و آتش بس بشنویم، بعد من چند نکته خدمت رو عرض میکنم. عراقچی غیر از این تلاش برای برقراری آتش بس و بیرون کشیدن بدن نیمه جان حزب الله از میدان جنگ، تو سفرش به دمشق حامل پیام نارضایتی خامنه ای از اسد هم هست، از اینی که چرا اسد ساکته، چرا برای نجات حزب الله کاری نمیکنه. ممکنه سکوت اسد در مقابل تضعیف حماس توجیه داشته باشه، چون رابطه حماس و اسد خیلی خوب نبود. اوایل جنگ داخلی سوریه در سال 2012، 12 سال پیش، حماس از تلاش مخالفای اسد از جمله اخوان المسلمین سوریه برای سرنگونی اسد حمایت کرد. هنیه از رهبره حماس اون موقع در دانشگاه الازهر مصر گفته بود به مردم قهرمان سوریه که برای آزادی، دموکراسی و اصلاحات تلاش میکنن درود میفرستم. این موضع حماس باعث شد نه فقط رابطه حماس و سوریه خراب بشه، بلکه رابطه حماس با جمهوری اسلامی هم شکراب و تیره بشه. بنابراین اگه اسد در مقابل حملات اسرائیل به حماس سکوت کرده باشه و تحرکی نداشته باشه قابل فهمه. اما الان سوال اینه که اسد چرا در مقابل تضعیف جدی حزب الله ساکته؟ چرا در مقابل حملات شدید اسرائیل به حزب الله سکوت کرده و کار خاصی نمیکنه؟ فراموش نکنیم حزب الله از سال 2012 به دستور جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سقوط اسد تو جنگ داخلی سوریه دخالت کرد، رفت کمک اسد. محور جمهوری اسلامی و روسیه و حزب الله با هم با کشتار صدها هزار نفر تو سوریه مانع سقوط اسد شدن. حالا حزب الله و جمهوری اسلامی از اسد انتظار دارن تلافی کنه، کمک 10 سال پیش حزب الله رو جبران کنه، به داد حزب الله برسه، ولی اسد چنین کاری نمیکنه. انتظار خامنه‌ای و سپاه اینه که اسد جبهه جولان و علیه اسرائیل فعال کنه تا فشار سنگین اسرائیل رو حزب الله کم بشه، ولی اسد حاضر به جنگ با اسرائیل نیست، توانش هم نداره. اسد تازه از جنگ 10 ساله داخلی در اومده، دنبال بازسازی اقتصادی سوریه است، دنبال احیای روابط سیاسی با کشور عربیه و به همین دلیل تلاش کرده تا اینجا خودشو از جنگ حماس و حزب الله و جمهوری اسلامی با اسرائیل دور نگه داره.
طبیعیه که این باب میل خامنه ای نیست. عراقچی هم به نظرم در دمشق حامل این پیام نارضایتیه. ولی هر چقدرم خامنه ای و سپاه و حزب الله از اسد دلگیر بشن، اسد جبهه جولان رو برای جنگ با اسرائیل فعال نمیکنه. فقط شاید حاضر بشه به سپاه اجازه بده بعضی از مأمورهای کمک رو به حزب الله برسونه، که احتمال اونام این روزا با بمبارانای شدید و روزمره اسرائیل روز به روز کمتر میشه. اما در داخل خود لبنان الان اسرائیل فشار شدیدی گذاشته که تا اونجایی که ممکنه به طور همه جانبه حزب الله رو بزنه، اجازه نده کمر راست کنه. الان تقریبا روزمره داره زاهیه رو که مقر حزب الله است بمباران میکنه. و اگه خبر کشته شدن هاشم صفی الدین همین تصویر درست باشه، معلوم میشه که برتری اطلاعاتی، تکنولوژیکی و عملیاتی اسرائیل به حدیه که کسی رو که قرار بوده جانشین حسن نصرالله بشه، ظرف کمتر از یه هفته بعد از کشته شدن نصرالله کشته. هاشم صفی الدین بسیار به جمهوری اسلامی نزدیک بوده، پدر رضا صفی الدین داماد قاسم سلیمانیه و در چند روزی که از مرگ حسن نصرالله گذشته خیلی اسمش سر زبونا بود برای جانشینی نصرالله، ولی الان معلوم نیست زنده است یا مرده، چون از روزی که زاهیه دوباره بمباران شدید شد ارتباطی با هاشم صفی الدین نبوده. این وضعیت نشون میده که ساختارهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی حزب الله تقریبا فرو پاشیده که نمیتونه جلوی این ضربات پی در پی اسرائیل رو بگیره. اسرائیل بعد از کشته شدن نصرالله، نبیل قاووق هم همین تصویر از رهبرای دیگه حزب الله، اونم کشت. الان تقریبا از اون 10-12 آخوندی که شورای رهبری حزب الله رو تشکیل میدادن، 3 تا از اصلیاشون یعنی نصرالله، قاووق و به احتمال زیاد صفی الدین هم کشته شدن. اسرائیل دنبال زدن بقیه هم است. نبیل قاووق 60 ساله از معدود روحانیان باقی مانده بود در شورای اجرایی حزب الله که از دهه 1980 دهه 60 خودمون تا حالا از رهبران درجه یک حزب الله بود. تصور میشد بعد از کشته شدن نصرالله رده و رتبهش تو مراتب رهبری حزب الله بره بالا، ولی بلافاصله از سمت نیرو هوایی ارتش اسرائیل هدف قرار گرفت و کشته شد. از اون طرف نعیم قاسم معاون نصرالله بعد از کشته شدن نصرالله یه پیام ویدئویی ضبط شده منتشر کرد، ولی الان پنهان شده و اسرائیل هم در به در دنبال کشتنشه. نعیم قاسم همین تصویر 5 دوره به عنوان نایب رئیس دبیر کل حزب الله بوده، از اعضای هسته اولیه و بنیانگذاره حزب الله در دهه 1980، ولی با این روی کرده به شدت تهاجمی اسرائیل نعیم قاسم هم اطمینان نداره که کشته نشه. حالا روز شنبه العربیه به نقل از محمد علی حسینی، روحانی منتقد حزب الله که قبلا دوست نزدیک نصرالله بوده، اعلام کرده که ابراهیم امین السید رئیس شورای سیاسی حزب الله که اونم از آخوندهای قدیمی حزب الله است به دبیری کلی حزب الله انتخاب شده. ابراهیم سید امین همین تصویر از اعضای قدیمی حزب الله است، ولی بعضی از خبرام هست که اون این سمت رو رد کرده، حاضر نیست بشه دبیر کل حزب الله. به نظرم تا حدی هم طبیعیه، چون همه میترسن اگه عضو شورای رهبری حزب الله باشن چند روز ممکنه بیشتر زنده باشن، ولی اگه دبیر کل بشن حتما میشن هدف اول و زودتر از بقیه کشته میشن. از طرف دیگه شکست و هزیمت در اردوگاه جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش به حدی زیاد شده که علاوه بر کشته شدن رهبرای حماس و حزب الله یعنی هنیه و نصرالله و کشته شدن فرماندهای اصلی دو گروه، الان اسرائیل در حال زدن مداوم فرماندهای سپاه تو لبنان سوریه است. بعد از کشته شدن محمد رضا زاهدی فرمانده سپاه لبنان سوریه در فروردین ماه گذشته همراه با اعضای تیم اصلیش در سوریه، هفته گذشته هم عباس نیلفروشان که به عنوان فرمانده جدید سپاه در لبنان و سوریه انتخاب شده بود، اونم در جریان بمباران جلسه نصرالله اسرائیلی زدن کشتنش. حتی هنوز جنازه‌اش هم به دست نیومده. در ساعات گذشته هم شایعه هدف قرار گرفتن اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس هم منتشر شده و سپاه هنوز رسما این خبر تکذیب نکرده. فقط بعضی از رسانه‌ها به نقل از منابع امنیتی خبر رو تکذیب کردن، که البته باید ببینیم سرنوشت قاهانی بالاخره چی میشه، زنده است یا مرده. یه فرمانده ایه که زیاد برای اسرائیلیا رجز میخوند، ولی اونایی که زیاد رجز خوندن برای اسرائیلیا خیلی هاشون تو همین روزا توسط اسرائیل کشته شدن.